مردم قرن هاست که درگیر اسب ها بودن. انسان اسب و بیشتر از هر حیوان دیگه روی غارها نقاشی کشیده. قدمت نقاشی اسب روی غار به 30,000 سال پیش برمیگرده. چی شد که اسب از یک حیوان وحشی به جایی رسید که انسان تونست سوارش بشه؟ چی شد که اسب سرنوشت انسان رو عوض کرد، تمدن‌ها رو تغییر داد و تاریخ تعیین کرد؟ در این ویدیو از پاراگراف به اسب شگفتی ساز می‌پردازیم. اولین آثار اسب به 55 میلیون سال پیش برمی‌گرده و از همون زمان اسب‌ها روی زمین ظاهر شدن. یکی از شواهد اثبات شده از اسب‌ها هم به حدود 4 میلیون سال پیش می‌رسه. نوعی اسب به اسم اکوئیتس در آمریکای شمالی تکامل پیدا کرد و اثراتش روی این قاره هست. اون زمان یک پل زمینی بین آمریکا و آسیا بود. این دو قاره رو به هم وصل می کرد. بهش پل برینگ می گفتن. آثار این نوع اسب در 4 میلیون سال پیش در محدوده پل برینگ هم دیده میشه. از آمریکای شمالی با عبور از این پل به آسیا اومد و بعد به آفریقا رفت. در نهایت گونه های امروزی اسب، الاغ و گورخرهایی که روی زمین میبینیم رو به وجود آورد و تنوع پیدا کرد. انسان های اولیه از جمله نسل های اولین مردمانی که توی قاره آمریکا زندگی میکردن، اسبای وحشی رو شکار میکردن. از استخونهاشون برای ابزار استفاده میکردن. اولین مردمانی که در قاره آمریکا ساکن شدند، اونها هم اسبای وحشی رو شکار می‌کردند و گفته میشه شکار اونها به علاوه تغییرات آب و هوایی بین 15,000 تا 5,000 سال پیش و رقابت با گاومیش‌های کوهاندار باعث شد که منقرض بشن. اگه به سوابق باستانی قاره آمریکا نگاه کنین، ردی از اسبا نیست. دلیلش همین انقراضه. تا اینکه 2000 سال پیش از میلاد اسب دوباره ظاهر شد. مردم استپ در منطقه غربی اوراسیا اسبا رو اهلی کردن. فقط هم اسب نبود، حیوانات دیگه رو هم اهلی می‌کردن و به کار می‌گرفتن تا بار جابجا کنن، تو کشاورزی کمک کنن و خدمات بدن. اما اسبا به خاطر سرعت زیاد و عملکرد سریعشون با اینکه بهتر بودن، اما کنترلشون هم سخت بود. مردم استپ برای هدایت اسبا یک سیستم افسار و عرابه و چرخ ابداع کردند. باعث شد اسبا سریع‌تر با فرهنگ باستانی ادغام بشن. توی تاریخ اسب سواری به شکلی که مردم سوار اسب بشن کمتر رایج بود. اون زمان مردم بیشتر سوار عرابه می‌شدن و اسبا اونا رو می‌کشیدن. بعدن کم کم اسب سواری شروع شد. شواهد تاریخی نشون میده اسب سواری های اولیه بدون زین و رکاب بوده. مردم کم کم اسب های با استقامت تر و کم تهاجمی رو انتخاب میکردن و اهلی میکردن تا بتونن بارهای سنگین تری رو براشون حمل کنن. بعدم ابزارهای بهتری برای کنترل اسب ساخته شد. بعد از حدود 1000 سال، یعنی 3000 سال پیش، مردم ابزارهای جنگی رو توسعه دادن. وقتی به قبایل مختلف حمله می‌کردن، می‌گفتن چرا از اسبا کمک نگیریم؟ اینطوری بود که سوار نظام شکل گرفت و کشوری که اسب رو در ارتشش داشت، قدرت استراتژیکش بیشتر می‌شد. اما قبل از استفاده چین و تمدن‌های دیگه از اسب، این تمدن بزرگ هخامنشی و پارسی بود که در سال 559 پیش از میلاد تا 330 پیش از میلاد حکومت میکرد و از اسب کمک میگرفت. ایرانیان از بزرگترین سوار نظامان و اسب سواران تاریخ بودند. نژادهای اسب ایرانی هم برترین نژادهای اسب بود که قدرت و سرعتشون مثال زدنی بود. ایرانیان باستان نژاد اسبی به نام نیسان رو پرورش دادن که به خاطر قدرت و استقامت زیادش مورد توجه بود. ارتش ایران در زمان هخامنشیان به تقلید از مادها به هنگهای 1000 نفره تقسیم می شد و به هر دسته 1000 بام می گفتن. به فرمانده هر 1000 بام
هزار بُد گفته می شد و به هر 10,000 بام یک لشکر می گفتن. یکی از داستانهای واقعی در مورد تأثیر اسب در نبردهای تاریخ ایران، نبرد گوگمله تو سال 331 پیش از میلاد. این نبرد سرنوشت‌ساز بین امپراتوری هخامنشی به رهبری داریوش سوم و ارتش مهاجم اسکندر مقدونی بود. ارتش ایران اون زمان یک گروه بزرگ سوار نظام بود که اسبای جنگی معروف ایرانی رو داشت. اسبایی که سرعت و استقامت و چابکیشون توی کل جهان تعریف داشت. ایرانیان باور کرده بودن که سوار نظاماشون میتونن بر پیاده نظام‌های مقدونی پیشی بگیرن و اونها رو شکست بدن. اما اسکندر قبل از جنگ از نقاط قوت سوار نظام‌های ایرانی مطلع بود. برای خونسا کردن حملات اسب، پیاده نظام‌ها رو توی یک آرایش منظم با نیزه‌های بلند به سمت اسب‌ها هدایت کرد. وقتی سوار نظام‌های ایرانی بهشون رسیدن، نمیتونستن از سد اینها بگذرن. از اون طرف اسکندر فقط پیاده نظام نداشت، سوار نظام‌های خودش رو هم داشت و برای حمله به سوار نظام‌های ایرانی استفاده کرد. در نهایت وارد صف‌های ارتش ایران شدند و یک هرج و مرج بین اسب‌های ایرانی به وجود اومد. در نهایت بخشی از سپاه ایران سردرگم شد و اسکندر هم با استراتژی مقابله با اسب‌های ارتش ایران تونست توی این جنگ پیروز بشه. تأثیر دیگه اسب‌ها در نبرد واترلو هست که تو سال 1815 اتفاق افتاد. سوار نظام‌های فرانسوی اسباشون بزرگ و قوی بود. آموزش دیده بودن که چطور با اسب پیروز میدان جنگ بشن. اما از اون طرف نیروهای بریتانیا سوار نظامشون سبک بود. اسبا کوچیک بودن و چابکیشون بیشتر بود. وقتی سوار نظام‌های فرانسوی حمله کردند، اسب‌های بریتانیایی با سرعت عقب نشینی کردند. فرانسوی‌ها به عمق میدان نبرد رفتند. اینجا بود که سوار نظام بریتانیا ایستاد و چرخید و مستقیم به سمت فرانسوی‌ها حمله کرد. ارتش فرانسه که محاصره شده بود، نتونست کاری بکنه. با اینکه اسب‌هاش هم سنگین و قدرتمند بود، اما اسب‌ها به چابکی اسب‌های ارتش بریتانیا نبود. سوار نظام‌های فرانسه با هم قاطی شدند. اسباشون سردرگم بودند تا اینکه سوار نظام بریتانیا تونست از این لحظه استفاده کنه و توی نبرد پیروز بشه. استفاده از اسبای سبکتر و سریعتر توی این نبرد یک مزیت استراتژیک واسه نیروهای بریتانیایی بود و نشون داد که تأثیر اسب توی یک نبرد چقدر مهم بوده. اسب توی تاریخ تأثیرات عمده‌ای داشته. الان هم تأثیرات بزرگی روی انسان داره. امروزه مهمترین نقش اسبا توی ورزش‌های سوارکاری و چوگان و مسابقاته. صنعت چند میلیارد دلاری خودشو داره. توی کشاورزی و حمله بار هم هنوز از اسب استفاده میشه. از نظر سلامتی و درمانی هم روی روحیه انسان تأثیر مثبت داره و نوعی درمان برای افسردگی و اضطراب وقت گذروندن با اسبه. ما هزاران سال با اسب‌ها بودیم و اونها هنوز هم یار با وفای انسانن. امیدوارم از تماشای این ویدیو لذت برده باشید. به امید دیدار در ویدیوی بعد.